بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما. سمن هستم، اوغان تخلص میکنم و فرمی که امروز ما برتان تشریح میکنم فرم آیت 34 مربوط سپانسر میباشه که قبلا همکار ما برتان تا بخش 5 تشریح کردن و میخوام از بخش 5 پیش برم. خب در اینجا انترپریتیز فول نیم، در اینجا تخلص عمود ترجمه را نشته میکنیم و در این قسمت فرست نیم شا نشته میکنیم ترجمه، و در این قسمت اگر کدام در کدام ارگانیزیشنی کار میکنن اما نام ارگانیزیشن یا دفترش نشته میکنیم، و در این قسمت که بیاییم ما سرک نمبر و آدرس شخص که ما باید در اینجا نشته کنیم، و در این قسمتش آپارتمان یا استیت یا فلور در هر قسمت جایی زندگی میکنه ایرا تیک ماپ میزنیم و در اینجا درج میکنیم. خب در این قسمت ما داریم سیتی یا تام، اما شهری که زندگی میکنه او را درج میکنیم، و در قسمت استیت سپیچ تیک ماک میزنیم، و همچنان در اینجا ما زیپ کود داریم که در ایالات متحده امریکا مروج است که زیپ کود استفاده میکنم که هر سپیت از خود زیپ کود مشخص داره او را درج میکنیم، و در بخش پروینس ایالات متحده امریکا پروینس وجود نداره، پس ما ایره میتونیم not applicable یا /e نشته کنیم، و در بخش پوستال کود که ایالات متحده امریکا پوستال کود استفاده نمیکنه پس ما میتونیم که ایره خالی بانیم و یا /e بانیم، و در بخش country United States of America نشته میکنیم. Interpreter is contact information، در اینجا شماره تلفن اما ترجمان خود نشته میکنیم، و در این قسمت شماره تلفنش نشته میکنیم که شماره خانهش البته یا کدام دفتری کار میکنه او را درج بکنیم، و در اینجا قسمت شکسته ما ایمیل آدرس ترجمان را نشته میکنیم. خب در این بخش کسته اگر ترجمان ما از هر زبانی که استفاده کرده و بر ما ترجمه کرده یا به زبان دریسته یا زبان پشتوسته که ترجمه کرده این زبان اینجا درج میکنیم، و در اینجا کسته interpreter signature در اینجا امضا میکنه، و در اینجا امو روزی که امضا کرد اونجا درج میشه. متوجه باشیم که ما باید در اینجا سعی کنیم که اول ماهش بزنیم و بعد روز شد و بعد از آن سال شد نشته میکنیم. خب در بخش ششون بیاییم که مربوط شخصی که این فرما را بر ما آماده میکنه و جلوس ترجمان که مربوط دومی باشه. Prepares full name، در اینجا نام همون شخصی که بر ما این فرما را آماده میکنه last name شنشته میکنیم، و در بخش 1B نام اولش یا first name شنشته میکنیم، و در یک قسمت کسته اگر کدام ارگانیزیشن دفتری کار میکنه او را درج میکنیم، و prepares mailing address، آدرس پستیش که در اینجا street number and name امو سرک number شی نام شنشته میکنیم، و در این قسمتش apartment, street یا floor هر کدام شکل تیک مار بزنیم در اونجا در قسمت خالیش ما مشته میکنیم، و در این قسمت بیاییم city of town امو شهری که زندگی میکنه او را درج میکنیم، و در اینجا state شه انتخاب میکنیم، و در اون طرف هم zip code که هر state از خود zip code مشخص داره او را درج میکنیم، و در بخش پروینس ما خالی میمونیم و یا /e نشته میکنیم به خاطر که ایالات متحده امریکا پروینس نداره، و در بخش پستال کد که پستال کد در اینجا مروج نیست پس ایرا میتونیم /e نشته بکنیم، و در بخش کانتری هم United States of America نشته میکنیم. خب در این قسمت اون شخصی که بر ما این فرما رو آماده میکنه کانتکت نمبر خواسته که در اینجا شماره تلفنش رو نشته میکنیم، و در این بخش هم فکس نمبر رو پروپیرس هم نشته میکنیم، و در اینجا هم ایمیل آدرس هم شخصی که بر ما این فرما را آماده میکنه را نشته میکنیم، و در اینجا ما داریم که دو ستیتمنت در اینجا داریم که در بخش اولش هسته که ای کسی که فرما را بر ما آماده میکنه وکیل نباشه پس ای بخش انتخاب میکنه، اگه شخصی که فرما را بر ما آماده میکنه وکیل باشه این انتخاب میکنه، و در بخش 7B هسته دو گزینه هسته، یکی extend هست یکی does not extend، اگر extend بزنه یعنی بعد از اینکه هر کار شد مسئولیت به دوش خود میگیره کسی که بر ما فرما را آماده میکنه، و does not extend انتخاب بکنه یعنی که بعد از این هر مسئولیت که هست ما به دوش خود نمیگیریم یعنی او را قبول نمیکنه، و در اینجا کسی این تعهدنامیش یا مقسمنامیش هست که میگه که من با این معلومات خود اینجا درج کردم در این فرم ما او را قبول میکنم و تمام استیز گفته، و در اینجا امضاش میکنه، و در اینجا میاییم که امور تاریخی که امضا کرد او را نشته میکنم.
خب در قسمت بیم بخش افتومش که معلومات اضافی می باشه که در فرم تشریح کردن که بعضی بخش ها که مثلا بعضی از فامیلا بیشتر اولادشان زیاد می باشه، مثلا از پنج از افت اشت زیاد می باشه که می تونن به این بخش اینا درج بکنن، جای اضافی برای زمان قسمت می باشه که در اینجا همون شخصی که ایراد به تشنر است ایراد در اینجا فولنیم یا لست نیم شنشتا میکنه اینجا و در اینجا هم فرست نیم شنشتا میکنه و اینجا هم میدل نیم و در اینجا هم این نمبر شنشتا میکنه و در اون بخش که هستم از هر بخشی که پارتش که یکان چیزی اضافی مانده بود میتونه پیج نمبر شنشتا کنه و در اون قسمتش پارت نمبر شه و در اونجا هم آیتم نمبر شه، پس میتونه به این شکل معلومات های همون شخصی که مانده در اینجا درج کنه و این قسمت هم مربوط شخص دیگه که مثلا مانده باشه او را میتونه درج بکنه. تشکر از توجهتان.